برنامه یاد خدا با تقدیم سلام وقت شما هموطنان عزیز به خیر به دنیای ورزش از آریانیوز با من جمشید احمدی خوش آمدین. تا نیم ساعت در خدمت شما هستم با مهمانان گرامی ورزشی، همکار خوب ما همچنان سید احد سروش روی خط اسکایپ. از فصل دوم لیگ برتر فوتبال افغانستان بین 10 تیم برتر برگزار شده و در هفته ششم این رقابت ها قرار داریم. سید احد سروش همکار خوب ما از فدراسیون فوتبال کمیته فوتسال با ما هم کلام است. می‌خوایم در رابطه با بازی هایی که گذشته و بازی امروز بیشتر صحبت های داشته باشیم. آقای سروش سلام، وقتتان بخیر، خسته نباشین. در هفته ششم رقابت های فصل دوم لیگ برتر فوتسال افغانستان قرار داریم، از این بگوین که چگونه میگذره و تیم ها چطور از درخشش تیم ها و وضعیت امروز بازی که دو تیم خوب برابر هم قرار میگیرن، صداقت و اتحاد هرات. سلام به شما جمشید جان، سلام به تمام همکارانم در تلویزیون و همه بیننده های عزیز. ان شاء الله که هموطنان ما خوب و صحتمند باشن، از دیدن مسابقات لذت ببرن. برای امروز هفته ششم رقابت است. دیروز دو بازی از هفته ششم برگزار شد، امروز دو بازی دیگر از هفته ششم برگزار میشه. فقط یک بازی بمونه که فردا برگزار میشه. در بازی اول امروز تیم صداقت اف سی که تیم رده دومی جدول هست در مصاف اتحاد هرات به میدان میره و اتحادی که در بازی قبلی نتیجه خوب تقریبا نوسان گرفته بود، امروز در یک وضعیت قرار گرفت که میتونه برگرده به بازی. رقابت های لیگ برتر فوتسال افغانستان در این فصل که برگزار شده با یک ویژگی های منحصر به فرد خود دنبال شده، که از جمله برگزاری لیگ با حضور بازیکنان خارجی بوده. لیگ برتر فوتسال افغانستان در این فصل از رقابت ها سطحش هم بالا و هم همه ستارهایی که بازی میکنن توانمندی خود را به نمایش گذاشتن که استعدادهای افغانستان استعدادهای قابل قدر هستند و توان بازی در هر مرحله‌ای از فوتسال را دارند. در چند روزی که سفری کردیم خوشبختانه شاهد رویارویی تیم‌های بزرگی بودیم که در این مرحله از رقابت‌ها تیم‌ها توانمندی‌های خود را نشان دادند. امروز سعادت تیم امروز مثلا اگر ببینیم نسبت به تیم مرکز چند تیمی که داره بسیار بهتر عمل کرده. تنها تیم است که نه مساوی داره نه با فقط 5 بازی که انجام داده 5 بازی را برده، یعنی نشان میده که سطح ولایات ما هم سطح با مرکز هست و نشان میده که این توانمندی ها در حال بروز هست، در حال آپدیت هست، در حال رهنمایی است و میتونه در ادامه کار همچنان پیروزمندانه پیش برن. یکی سعادت نیمروز در بازی های سخت خود مثل برابر صداقت و اصل جدید چه عمل کرده خواهد داشت هنوز مشخص نیست، ببینیم. اما قبل از اون در همه این مسابقات نشان داده سعادت نیمروز که کاربلد هستند، توانمندی را دارن که در مسابقات نمایشات خوبی داشته باشن، راه گلده پیدا کنن، تاکتیک خود را خوب پیدا میکنن، تحت فشار با وجود قرار میگیرن میتونن بسیار خوب از تحت فشار بیرون شون. نمایش همه تیم ها خوب بوده و شخصا در خودم فوق العاده بود. اما اینکه بیننده ها و مردم افغانستان در مورد لیگ چی نظر دارن او را بگذاریم به خود بیننده های ما که نظرات خود با ما شریک بود. بسیار عالی، نکات خوب را اشاره کردین و تیم صداقت مدعی قهرمانی هست و تیم سعادت نیمروز هم امتیاز بالا در صدر جدول است. پیش بینی تیم صداقت و سعادت نیمروز چگونه خواهد بود سید احد سروش؟ جمشید جان بازی ها به گونه ای شده که اصلا شاید کسی نتونه پیش بینی کنه. مثلا دیروز بازی بین جوانان و خراسان آخر جدولی با تیم پیروزی پنجشیر برگزار شد. پیروزی پنجشیر که ستارهای میلی پوش داره فقط یک بازیکنش محروم بود، صادق صادقی شماره 7 نتونست گل پیدا بکنه. شما ببینید با حضور همه بازیکنانی که برگزار میشه ستاره ها شایستگی خود را نشان داده. اما در بازی دیروز یک نمایش را از تیم جوانان خراسان دیدیم که شاید کمتر کس باور میکرد. تیم جوانان خراسان حریف خود را به بنبست زد، تانست که یک پیروزی مقتدرانه را بگیره و تیم فوتسال پیروزی پنجشیر با تمام توانمندی خود نتانست از منجلاب که گیر مانده بود از او بیرون شود. به همین دلیل حالا وضعیت به گونه ای شده که پیش بینی بازی ها به خود سخت سمه میشه. شما ببینید مثلا صداقت در مسابقه با اصل جدید بازی کرد، شاید خیلی انتظار داشتن که صداقت پیروز از میدان بیرون. شما یک بارگی دیدیم که روند بازی تغییر کرد و یه اصل جدید بود که 3 گل زد با توجه به اینکه در گل خود ستاره درست سلمان جعفری را اصل جدید دارم و نمایش را که باید میداشت نداشت و در مسابقه با صداقت در نهایت 3-3 مساوی کرد. یعنی بازی ها بگونه شده که شاید ما بازی صداقت سعادت هم پیشبینی کرده نتانیم ای که چه اتفاق میفته. در پایان دو میدان فوتسالی 20 دقیقه مشخص خواهد شد که ببینیم کی پیروز از میدان بیرون میشه. اما یک چیز واضح شده، تیم برنده است خوب عمل کرده داشته باشه، تیم برنده است که نتیجه خوب بگیره، تیم برنده است که بتونه از عملکرد فردی خود به خوبی استفاده کنه.
در همه بازی ها ما دیدیم که تیم هایی که از تاکتیک خوب استفاده کردن، نمایش خوب تر داشتن، حمله خوب تر داشتن، دفاع خوب تر داشتن، پیروز از میدان خارج شدن و نتیجه گرفتن. خیلی عالی. نظر به فصل اول، خوبی هایی که در فصل دوم شما تا فعلا دیدین، در هفته ششم قرار دادیم، چی خوبی ها بوده؟ ده تیم برتر که در لیگ برتر فصل دوم افغانستان قرار گرفتن و امکانات و با کدام روحیه فعلا هستن و از این لیگ چگونه تعریف کردن، استقبال کردن؟ جمشید جان، یک چیزی هست که تمامی مسابقات این فصل با وجود همه وضعیت نامناسب و شرایط سختی که برگزار شده، ویژگی بزرگش همیست که با حضور بازیکنان خارجی برگزار شده. ستاره های ما فوق‌العاده تر از ستاره های خارجی داخل میدان شدن و نشان دادن که توانمندی دارن. دومانمی که نقش زنده مسابقات هم به صورتی که همه بینندگان ما میبینن، هم از طریق تلویزیون هست، هم از طریق وبسایت، هم از طریق اپلیکیشن، هم از طریق یوتیوب، هم چون بینندگان ما کسانی که دسترسی به اینا ندارن از طریق رادیو میتونن بشن. از نگاه فنی و کارآزمودگی تیم ها نمایش های خارق العاده داشتن. سطح مسابقات بسیار بلند بود نسبت به دور قبل، یعنی شاید کمتر کسی انتظار داشت که در این حد و اندازه مسابقات را تماشا کنه. مثلا صداقت با تیم عصر جدید فوق العاده بود بودش. تیم فوتسال عصر جدید با پیروزی 5-3 بسیار سطح بالا بود. همان گونه سعادت و نیمروز با اتحاد که دربی اول را برگزار کردن بسیار فوق العاده بود. یعنی همه بازی ها امو چهره متفاوت خود را به نمایش میگذاره و نشان میده که تیم ها بسیار آمادگی گرفتن، خرید و فروش خوبی کردن، بازیکنان بسیار زیاد را خریداری کردن و نشان میده که عملکردشون در ادامه رقابت ها میتونه تاثیرگذار باشه. به همین دلیل من میتونم بگم که فصل دوم رقابت ها نسبت به فصل اول بسیار درخشان، بسیار سطح بالا و بسیار با کیفیت برگزار شد. بسیار عالی. از تغییر و تبدیل کمیته فوتسال هم میشه اشاره بکنین؟ کسایی که تازه برگزیده شدن، آیا تغییرات مثبتی رو نمایان اومده آمدن؟ خب همه ادارات دچار مشکلات خود هست، فدراسیون فوتبال هم جزء از اون است. با توجه به اینکه فدراسیون فوتبال افغانستان فعلا آنگونه که به ما معلوم میشه یک دست نشده هنوز، یعنی از نگاه اداری هنوز هم دچار مشکلات هست که این حال شما بازیدی انشاءالله که به نفع فوتبال افغانستان است. ولی در کل تغییراتی که آمده است، سید آقاچه مرتضایی رئیس کمیته فوتبال قبلی به عنوان رئیس کمیته فوتبال ساحلی تعیین شده، احسان شهرزاد که سرمربی که رئیس کمیته فوتبال ساحلی بود، اونا برای مسابقات در آستانه مسابقات تمرینات تیم ملی فوتبال ساحلی هم داشت که ما تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان میره به سمت مسابقات آسیایی جام ملت‌های آسیا که در تایلند برگزار میشه، به او روی داد سرمربی شده و قرار است سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی باشه. آجی نصیر که رئیس فدراسیون فوتبال کندهار هم همزمان است به عنوان رئیس کمیته فوتسال به گونه موقت برگزیده شده، و دین محمد صافی که مشاور فدراسیون فوتبال بود در اواخر آمده بود اعلام میکرد که به عنوان رئیس کمیته فوتسال است، به عنوان مشاور ارشد فدراسیون فوتبال افغانستان دوباره برگزیده شدند و در پست‌هایشان جایگزین شدند. خیلی عالی. نکته خیلی مهم، آقای سروش مربی تیم ملی فوتسال هم که برگزیده شد که مورد نقد و بررسی‌ها در دنیای مجازی هم قرار گرفته. می‌خوایم دیدگاهت داشته باشیم که نظر به عملکرد گذشته‌اش که تیم فوتسال نتونست جایگاه خوب را از آن خود بکنه و باز هم به اساس کدام معیار انتخاب شد؟ سرمربی فوتسال مجید مرتضایی سرمربی ایرانی است که مالکیت شهرارای مشهد را داره و تیمش در رقابت‌های لیگ برتر فوتسال ایران هم نتایج چندان مناسب نگرفته. و همه انتقاداتی که بود نیکه دلیل دوباره انتخاب شدن او را من نمی‌دونم واقعا که با چه معیار دوباره برگزیده شد به عنوان سرمربی، ولی کار قبلی او نشان داد که در حد اندازه تیم ملی فوتسال افغانستان نیز کار کردش و با توجه به اینکه وضعیت خوب هم داشت، زمان بسیار مناسب در اختیارش بود، تقریبا 11 بازی دوستانه برای تیم ملی فوتسال افغانستان زیر نظر او در نظر گرفته شده بود، در همین برنامه دنیای ورزش با ما صحبت کرد، وعده داد که تیم ملی فوتسال افغانستان راهی جام ملت‌های آسیا می‌سازد که نتونست. ما نتایج بسیار بعدی گرفتیم در قرقیزستان و نتونستیم که عبور بکنیم از حریفان خود و اینکه تاکتیک خوب نداشت یا موارد دیگر نمی‌دانم. اما مجید مرتضایی دوباره برگزیده شده با توجه به اینکه اخراج هم شده بود در سال 2022 در ماه می اعلام شده بود تو اخراج شد و دوباره برگزیده شد. حالا اینکه هواداران فوتسال ناراحت هستن، خیلی از کارشناسان فوتسال هم باورمند هستن که او توانمندی که باید میداشت نداره، چرا که ستاره فوتسال افغانستان به یک سرمربی خارق العاده و یک سرمربی که تاکتیک خوب داشته باشه، منحصر به فرد داشته باشه،
فلسفه فوتبالی خوبی داشته باشه نیاز داره. اما خب حالا فدراسیون فوتبال انتخاب کرده ای که تا ماه نهم سال 2023 چه اتفاقات میفته که تقریبا بگیم همه رویدادهای فوتسال و فوتبال برگزار میشه، تغییرات بعد از او خواهد آمد، ببینیم که تا او زمان آیا آقای مرتضایی میتونه در اولین فصل حضور خود نتیجه بگیره یا نه. برمیگرده به انتخابهایی که از همین فصل دوم رقابتهای لیگ برتر فوتسال افغانستان انجام خواهد داد که ستارههایی در ترکیب تیمها در ترکیب ده تیم بازی میکنه. سپاسگزار. پیمان، آخرین سوال، دو بازی امروز داریم و تیم نخست صداقت و صداقت اف سی در برابر اتحاد هرات قرار میگیره و تیم بعدی چگونه خواهد؟ اول بین صداقت اف سی و تیم اتحاد هرات برگزار میشه، بازی جذاب خواهد بود. اتحاد فعلا رده ششم را داره و تیم صداقت اف سی تیمی است که در رده دوم هست و امروز به پیروزی نیاز داره. بازی دوم را هم بینندگان ما میتونن شاهدش باشن. سعادت امروز با میدان خواهد رفت، بازی جذاب در پیش خواهد بود، ولی بازی اول قطعا دیدنی است. راست ساعت 3:30 ما با بینندگان ما هستیم، 4 بازی شروع میشه تا 5:30 باز هم بازی دوم ساعت 6 شروع خواهد شد. کمی بینندگان ما میتونن از طریق تلویزیون بیننده باشن. سپاسگزارم از لطفت سید احد سروش، از اینکه مصروفیت های شما هم زیاد است و جزئیات خوب را در رابطه با مسابقات لیگ برتر فصل دوم فوتسال ارائه کردید. موفق باشین. سپاس میتونم از شما ایزا هم که بیننده دنیای ورزش هستین. باز هم مهمان خیلی گرامی داریم، جناب ماستر خوشحال سروری که از مسابقات بین المللی کیک بوکسینگ از کشور ایران برگشتن با دستاورد. صحبت های می داشته باشیم، وقفه دوباره برمیگردیم. دوباره خوش آمدین ادامه دنیای ورزش. عصر زیبای شما هموطنان عزیز به خیر. مهمان خیلی گرامی ماستر خوشحال سروری، مدیر تربیت بدنی قوماندانی تعلیم و تربیت وزارت داخلی امارات اسلامی افغانستان با ما هست در رابطه با مسابقات بین المللی کیک بوکسینگ که ایران تهران برگزار شد. البته بین 20 کشور حق اشتراک داشتن، اما متاسفانه با حضور 9 کشور افغانستان تانست مقام دوم در بین 9 کشور از آن خود بسازه که خوشبختانه ماستر صاحب خوشحال سروری همچنان توانست مقام دوم در وزن خود در رشته کیک بوکسینگ به دست بیاره. جناب ماستر صاحب سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدین به دنیای ورزش. بازم بر شما تبریک میگیم. تشکر احمدی عزیز و یک سلام خاص ویژه و تمام مردم افغانستان تشکر میکنم از تمام کسایی که بر تیم کیک بوکس وزارت امور داخله دعا کردن تا تانست نایب قهرمان جهان شوه و مای پیروزی رو به تمام مردم افغانستان مبارک باد می. سپاس. چند ورزشکار و سطح برگزاری مسابقات در ایران تهران چگونه بود؟ ما تقریبا 17 ورزشکار بودیم که با خودم و هیئت 20 نفر ورزشکار اعزام شده بودیم. سطح مسابقات به وقت خیلی بلند بود. مسابقات ورزشکارهای کشورهایی که ترکیه، ایران بسیار خوب میدرخشیدن و همچنان تصادفاً من میگم تصادفی پاکستان هم خوب شده بود نسبت به قبل مسابقات قبلی که ما با تیم ملی کیک بوکس پاکستان داشتیم. این دفعه خوبتر کار کرد نسبت به دیگر کشورها، ولی خوشبختانه که نتونست از تیم افغانستان جان سالم به در ببره و همیشه در مقابل افغانها باخته میپذیرفتن دیگر. این بازی که فعلا میبینیم دو ورزشکار، بازی مجاهد جاوید الله استاد سپورت قوماندانی تعلیم تربیه است که در رنگ است، خوشبختانه توانست که در 30 ثانیه حریف خود را نک اوت بکنه و عایز مقام نایب قهرمان این رقابت های فردی شد. با حضور خودتان چگونه بود؟ با کدام حریفا سر خوردیم؟ ما کشور پاکستان بود که اصلا او که فامید ما را نشناخته بود، گفت که برود داشتی ولی ریش ماندی، در وزن کشی کرد اما بعد در مسابقات حاضر نشد. بعد همه رقم دیگر دوستان و در فاینال هم همراه افغان خودم برابر شدم که باز ما همو مدال و همو کمربند خدا طور تحفه به او اهدا کردم و ما گفتم دیگه نامدیم که افغان با افغان بجنگانیم و مسابقه را به او کمربند و همو مدال برش دادم که بعد این مورد تشویق به نهایت مهاجرین اونجا قرار گرفت که باز چندین مهاجر کمربندای خود آوردن بر من افتخاری دادن که شما یکقدر از خود گذری میکنین در مسابقاتی که افغان مقابلتان قرار میگیره، چون او یک جوان بود و تازه به ورزش رو آورده بود، با مصارف خود آمده بود. البته خود برای ما آمد گفت که ما با مصارف خود آمده بسیار مشکلات دارم و آرزوی من است که میکمر بنده به شوق بندازم، اگر نه در از لحاظ تکنیک و تکتیک بسیار سطحش پایین بود و باز ما خاطر از اینکه مو جوان تشویق شوه و ما خدایم رنگا و مسابقات دیدیم امور برشان
داد. کار عالی کردین. خب قرار بود که 20 کشور اشتراک داشته باشه در این مسابقات، چون معلوم میشه که صد مسابقات هم خیلی بالا بوده و با حضور 9 کشور به پایان رسید که افغانستان، ایران، پاکستان تانستن مقام نخست کشور ایران بگیره و مقام دوم افغانستان بگیره. بازیکنهای ایرانی چگونه بودن رقابتشان با افغانستان؟ مسابقاتی که امروز در روز برگزار شد به وقت مسابقات رشته کیک بوکس، پهلوانی، وشو و تکواندو ایران خیلی سطحش بلند است و خوب کار میکردم واقعا و خوشبختانه اولین کسی بودم که بیرق امارات اسلامی افغانستان در بعد از 2 سال در بین 9 کشور به اهتزاز در بیارم و به شکل رسمی در رژه تشریفات و در رژه رسمی عبور بتمشان که کم مشکل هم نبود، بسیار کار ساده هم نبود و بسیار چیزها رو به جان خریدیم و بالاخره امو آرزویی که کرده بودم که من بتانم بیرق پاک مقدس ها که یکان دوستا برای من میگه آیا بیرق قدیمی پاک مقدس نبود، او هم برای من قابل قدر است، او هم برای من قابل دوست داشتن است، ما ده ها سال او رو به اهتزاز در آوردیم. بله. ولی از لحاظ قدامت تاریخی که ببینی او برمیگرده به رسول مبارک و ای برمیگرده به انسان که نمیتونیم بگیم که رسول مبارک انسان نبوده ولی برگزیده از طرف خدا بوده و اول قدامت تاریخی ازی نسبت به مسلمانیت و نسبت به اسلامیت برمیگرده، به او خاطر زیادتر بر ما قابل احترام بود. خیلی خوب، ورزشکارهایی که در کنار شما بود با کدام روحیه بودن؟ چند برد چند باخت یعنی شما داشتید؟ تقریبا ما همه ورزشکارهای ما در هر وزن، یعنی در هر وزن 12 13 14 جورا فاید بود. یعنی هیچ ورزشکار ما 3 برد و 4 برد نکرده بود، با 3 برد هم نمیتونید در سیم فاینال سر مدال برنز برسه. یعنی ما باختی در کار نداشتیم، مدال نقره، برنز و طلا را گرفتیم. این ورزشکاری نبود که هیچ مدال نگیره و حداقل ضعیف‌ترین ورزشکار ما 3 برد کرده بود تا به مدال برنز دستیابی پیدا بکنه. یعنی مسابقات تک فایت نبود، مسابقات تورنمنتی بود. در تورنمنتی بسیار باید مبارزه بکنی تا بتونی یک مدال برنز نصیب شوی. الحمدلله لله الحمد، ورزشکارای ما 2 برد، 3 برد، 1 برد کردن تا نیمه فاینال خود رساندن، تا فاینال خود رساندن. تقریبا ما تونستیم 6 مدال طلا، دیگه مدال نقره و برنز بگیریم. بسیار خوب. برگشتون چگونه مورد تشویق و تمجید قرار گرفتین؟ خوشبختانه احمد تشکری میکنم از رهبری قماندانی امید تعلیم و تربیه جناب مولوی صفت الله، قماندانی پر افتخار ما که ریاست مطبوعات وزارت امور داخله را وظیفه داده بودند و آمدند به میدان و از ما استقبال صورت گرفت به شکل احسنش و بیشتر از شاید 1000 ورزشکار به میدان هوایی آمده بود و ما را به استقبال ما آمده بود. ما قلبا از کسایی که در اون مسابقات در میدان آمدن به او حالت و به او شوق و به او شور ازشان سپاسگزار هستم و خدا کنه که بتانم اینمی اعتماد را که کردن بالای ما و به خاطر ما به میدان آوردن ای را حفظ بکنم و بتانم خدمتگار خوب بر جامعه خود، بر وطن خود، بر همین مردمی که در میدان و در آرزوی ازیر داره که ما برشان خدمت بکنم مصدر خدمت قرار بگیرم. بسیار خوب. بعد از این سفر آیا برنامه دیگه هم روی دست هست که بر مسابقات دارین بیرون از افغانستان؟ خود افغانستان چون سالم به پایان میرسه، برنامه های جدید سال جدیدتان چی خواهد بود؟ در سال جدید ما برنامه بسیار عالی خواهد داشتیم انشاءالله با حمایت جلالت ما وزیر صاحب امور داخله که در همه عرصه ما را همکاری و حمایت کردن و ریاست مطبوعات و قماندانی تعلیم تربیه. یک دور پلان خواد کردیم که مسابقات آسیایی را در افغانستان میزبانی بکنیم در بخش رشته‌های مختلف. با چه امکاناتی؟ با امکانات بسیار خوب و امکانات بسیار عالی که ما ایره در پلانش هنوز در خامریزی پلان هستیم که پلان از تکمیل شوه و با مقامات فدراسیون جهانی هم در تماس هستیم که اونها اجازه برگزاری در افغانستان بر ما بده و اونها هم حضور پیدا بکنن و بیاین اینجا از نزدیک ببینن امکانات ما را، آیا ما در صدد ای هستیم، در حد ای هستیم که بتونیم میزبانی خوب بکنیم. اونها هم در تلاش ازی هستن که کار بر ما فراهم بسازن و همچنان مسابقات کشورهای در تایلند مسابقات داریم که ما در بخش مبارزات آزاد و مسابقات کیک بوکس که اگر بتونیم ورزشکارای ما در اونجا حضور پیدا بکنه و همچنان مسابقات دیگری در کشور ایران و پاکستان داریم. توکل به خدا تا بتونیم پلان ریزی دقیق و برنامه ریزی دقیق. وعده ها چی بوده برای شما به خاطر مسابقات بیرون مرزی تان؟ مثل که نخستین
مسابقه بیرون مرزیتان ایران تهران بود و با دست آوردن برگشتین وعده های جدید. خوشبختانه وعده های بسیار خوبی هست و همیشه قبل از اینکه ما بریم به این سفر یا نریم از طرف هیئت رهبری وزارت امور داخله بهتر از قبل، قوی تر از قبل مورد حمایت قرار گرفتیم، تشویق ما میکنه و حالی هم در صدد ازی هستیم که ورزشکارایی که مدال گرفتن اینا را هم تقدیر و تشویق بهتر بکنن تا اینا روحیه بگیرن و با تمرینات بیشتر خود ادامه بدن تا بتونه دوباره باز در بسط اروپا بیرق امارات اسلامی افغانستان رو به اهتزاز در بیاره. رشته هایی که تحت پوشش شما هست فعلا کدام رشته بیشتر درخشش پیدا کرده و پیش تاز است؟ خب مبارزات آزاد است، کیک بوکس است، تکواندو هست، بوکس است، مویتای است، فری فایت است، جدو است، جیتسو است و همچنان ورزش های پنجگانه است، دوش و نشانزنی، اسواری و بازی و شمشیر بازی هست که خوشبختانه ای بار که ما دیدار با رئیس جدیدن فدراسیون پنجگانه ایران هم فعال شده و امکان داره که ما مسابقات رفت برگشت با ایران داشته باشیم در بخش ورزش های پنجگانه هم. آیا وعده از ایران دادن کمپای تمرینی را بر شما فراهم بکنند؟ بله. سفر شما، مسابقات شما، آیا گپای دیگه هم در قبال خود داشت؟ خوشبختانه که حتی ما را به صفت مسئول تمرینات خود پیشنهاد کردند ورزش های پنجگانه را که بیاین در اوجه تیم ملی ورزش های پنجگانه ایران را تدریس بکنیم و همچنان بر اونا سیمینار داوری و سیمینار برگزاری مسابقات برای بندازیم، چون اونا فدراسیون ورزش های پنجگانهشان نوپای است و ما قبول نکردیم. اگر در صدد یک کورس باشه، یک ماه، دو ماه، شاید برشان برم و برگرام های فدراسیون پنجگانه ایران هم روی پایستاد بکنیم. سپاسگزار هستم از حضورتان. ماستر خوشحال سروری، مدیر تربیت بدنی قوماندان تعلیم تربیت وزارت امور داخله امارات اسلامی افغانستان. امید پیشرفت های شما و بخصوص جوانان عزیز ما که در کنار شما هستن در راستای ورزش. تشکر از شما، تشکر از برنامه زیبای شما. بازم یک بار دیگر اطمینان میتون به ورزشکارای افغانستان که ورزش وزارت امور داخله خادم و خدمتگار کسایی است که دینش و وطنش و مردمش دوست داشته باشه و بگه اسلام روح من و وطن عشق من و هموطن جان من. سپاسگزار هستم. سپاس امتنان از شما عزیزا هم که بیننده دنیای ورزش بودین. مسابقات جذاب دیدنی فصل دوم لیگ برتر فوتسال افغانستان همچنان از جمنازم ورزشی فدراسیون فوتبال فراموش نکنه. اگر دوست دارین از نزدیک ببینین و یا هم از پرده های تلویزیونتان بازی های خیلی جذاب دیدنی از فصل ششم، البته هفته ششم قرار داریم. بقیه وقتتان خوش، خدا نگهدار.